خط خبرها. حمله انتحاری در کابل، زنان و کودکان قربانیان این رویداد. بردن گوتر پتش. داخل دکان ها داخل شدند در موتر کلا میگه موتر هم میگه آماج دادن میگه سه نفر شهید شدن تفیلت میگه سیاسر بود در چند نفر همونجا زخمی بودن. کشته شدن پنج مخالف مسلح در فاریاب. ولسوال نامنهاد طالبان نیست مشمول کشته شده هاست. پاکسازی ولسوالی 400 غور از وجود حراس افغانان. دست کم 100 طالب در جریان عملیات پاکسازی کشته شدند. و واکنش تند اردوغان در برابر غرب. کشورهای غرب نباید در برابر حکم اعدام بر محمد مرسی خاموش بمانند. به نام خدا و سلام بر شما. با مجمع خبری نیمه روز از یک خوش آمدید. ما ایشه ایلیات میزبانتان. در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در نزدیک فرودگاه کابل دو بانو کشته و 21 تن دیگر مشمول سه خارجی مربوط به پلیس اتحادیه اروپا زخم برداشتند. پلیس کابل میگوید در میان زخمیان این رویداد سه کودک، 8 زن، 7 مرد و 3 کارمند پلیس اتحادیه اروپا شامل هستند. گفته می شود هدف این حمله شهروندان خارجی بوده است و یک خارجی که هویتش تا هنوز روشن نیست نیز کشته شده است. حمله دیگری در پایتخت رویدادی برخواست از حمله انتحاری بر خارجیان. مربوطات حوزه نهم پلیس نزدیک فرودگاه کابل جایی که ظاهراً رفت و آمد خارجیان نیز از این راه بسیار است. این مسیر به پایگاه از نظامیان خارجی می انجامد. داخل دکان ها داخل شدند در موتر کلا میگه موتر هم میگه آماج دادن میگه سه نفر شهید شدن تفلق بود سیاسر بود در چند نفر همونجا زخمی بودن. اینجا بیشتر خانه های مردم است. این رویداد درست در هنگام پر رفت آمد غیر نظامیان در ساحه صورت گرفته است. از همین رو از این تصویرها برمی آید که به غیر نظامیان زیاد آسیب رسیده است. یک واسطه کرولا مواد انفجاری جابجا شده بود و هدفش هم چند دو یا سه واسطه نیروهای خارجی بود که در ساحه موجود بوده. متاسفانه دو نفر از خانم ها افراد ملکی هستند به شهادت رسیده. سه نفر از راکبین واسطه خارجی اونا زخمی هستند. 18 نفر به شمول 8 خانم، 7 مرد و 3 کودک که همش افراد ملکی است زخمی شده. کودکان و زنان نیز مشمول زخمیان این رویداد هستند. در چند روز پس این کابل همواره گواه چنین حمله های بوده است. رویدادهای برخواست از حمله های حراس افغانانه چون انتحار و انفجار. قربانیان چنین رویدادها بیشتر غیر نظامیان بوده است. در این حال پلیس اتحادیه اروپا در خبرنامه تایید کرده است که سه کارمند این نهاد زخم برداشتند و یک تن دیگر کشته شده است. پلیس یک راننده تاکسی را در ولایت کندهار به ضرب گلوله کشته است. این راننده ساعت 8 صبح امروز در میان چهارراه شهیدان و مدد در مربوطات حوزه اول این شهر هدف شلیک قرار گرفته است. ظاهرا پلیس هنگام بسوی راننده این تاکسی شلیک کرده که به امر ایست پلیس توقف نکرده است. صمیم خپلواک سخنگوی ولایت کندهار این رویداد را تایید میکند و میگوید راننده تاکسی از اثر جراحات شدید در بیمارستان جان داده است و تاکید میکند که بررسی ها درباره این رویداد جریان دارد و پلیس متهم بازداشت شده است. ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی خانچارباغ ولایت فاریاب و 4 تن از افرادش در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی کشته شده است. این عملیات که در آن نیروهای پلیس ملی و پلیس مردمی اشتراک داشتند چاشت دیروز در منطقه دشت لیلی ولسوالی خانچارباغ انجام شد. فرمانده پلیس فاریاب میگوید که ملا محمد چریک ولسوال نامنهاد طالبان در این ولسوالی مشمول کشته شدگان این عملیات است. پلیس میگوید این افراد در حمله های حراس افغانانه، قتل ها و آدم ربایی ها در این ولایت دست داشتند. در یک روز پی
اپراتیپی توسط قوای امنیتی در منطقه اس مربوطات دشت لیلی چهار نفر که در اصلا در مجموع پنج نفر میشه که در رشان ولسوالی نامنهاد طالبان بود به نام ملا محمد چریک کشته شده و تجهیزات شده دست قوای امنیتی افتیده. ولسوالی چهارصده ولایت غور از وجود طالبان تصفیه شد. مسئولان محلی در این ولایت میگویند در جریان پنج روز درگیری در ولسوالی چهارصده بیش از 100 طالب از پا درآمدند. پایان درگیری های سخت در چهارصده غور. این ولسوالی در چند روز اخیر میدان نبرد های سخت نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. این درگیری ها تلفات سنگینی هم به طالبان در پی داشته. ضربات کوبنده ای که از طرف نیروهای امنیتی بر طالبان وارد شد، کشته شدن یک طالب با شمول یک نفر آن زخمی و یک مقدار سلام مهمات برد که نیروهای امنیتی خبردار دارد که به نفر ما شرکتند. در پی این درگیری های سخت طالبان از 400 فرار کردند. مقدار زیادی از جنگ افزارهایشان در سنگرهایشان باقی مانده است. طالبان در جریان حضورشان در این ولایت دکان های مردم را نیز غارت کرده است، آنچه مقام های حکومتی میگویند. دکان های مردم آسیب دیدند، حتی دیواره احاطه قماندانی امنیت از طرف مخالفین سوراخ شدند برای نفوذ. تمام دارایی و مملکت دکان های مردم از طرف اینمی کسایی که خود طالب میگه و مسلمان میگه به غارت رفتند، اینا به مال اشخاص رحم نکردند و یک جنگ بسیار بسیار وحشتناک را اینا در اونجا تحمیل کردند. طالبان پنج روز پیش با حمله بر شمال از پوسته های نیروی امنیتی بر این ولسوالی هجوم بردند و توانستند تا مقر ساختمان فرماندهی پلیس این ولسوالی هم برسند. هرچند این ولسوالی حالا زیر اداره کامل ارتش درآمده است. در انفجار در درون دانشگاه کابل دو تن زخمی شدند. پلیس کابل میگوید یک ماینه جاسوسی شده در نزدیکی دانشکده ساینس علوم اجتماعی این دانشگاه منفجر شده است. شاهدان میگویند در میان این زخمیان یک استاد دانشگاه کابل نیز شامل است. اما پلیس زخمی شدن دو استاد را در این رویداد تایید میکند. زمانی که از خود 15 رخصت شدیم، ساعت 2 رخصت شدیم، یک بسیار یک انفجار صدای بسیار کلان آمد. دیگه پیش از ویترنری تا 15 زمین شناسی دمی را در بغل 15 ساینس زمین انفجار شد. یک تکنیشن است با نام فرمولی و یکی استاد زمین شناسی است که عبدالجلیل شگوال نام داره، ولی یک نفر سیومی که یا میگه که 3 نفر است او رو، اما سیومیش من نشناختم و نامش هم بلد نیستم که کی است. حوالی ساعت 7 شام امروز یک مقدار مواد انفجاری در کنار ترکر و در داخل موضع پانتون کابل انفجار میکنه. بر سری انفجار دو تن از استادان سطحی منشور شده و چون کاملا خوب است، پلیس محل و پلیس جنایی کابل تحقیقات در مورد آغاز کرده. دشواری های اقتصادی و دسترسی مردم به اینترنت سبب کاهش فرهنگ مطالعه در کشور شده است. شماری از فروشندگان کتاب از بازار سرد کتاب فروشی شکایت می کنند و می گویند روز به روز علاقه‌مندی به کتاب و کتاب خریدن کمتر می شود. با این همه اتحادیه ناشران افغانستان روز گذشته در هفته بزرگداشت از کتاب می گوید در 13 سال پسین 7 تا 10 هزار جلد کتاب توسط این اتحادیه به چاپ رسیده است. بزرگداشت از هفته کتاب، نزدیکترین همراه و همگام انسانها که ظاهرا در افغانستان زیاد خریدار ندارد. مدت یک سال میشه اقتصاد مردم ضعیف شده، پس امید پایان شده خرید مردم، چون بعضی کتابایی که مورد نیازشان زیاد باشه به مو رجوع میکنن، چون کتابای معلوماتی و بعضی کتابای دیگه برشان خرید مشکل شد. در راستای و کتابخانی و خریدن کتاب اگر تبلیغات وسیع تر میشه فکر میکنم نقش بارزنده خواهد داشت. اما در میان انبوهی از کتابها با موضوعات گوناگون، کتابهای دینی و زبان انگلیسی بیشترین خریدار و طرفدار را دارد. از کورس های انگلیسی را خوبتر، بازارش گرمتر است نسبت به دیگر کتاب، و همچنان از کتاب مدارس دینی اینم بازار خوبتر دارد. اینجا هم در مراسم بزرگداشت از هفته کتاب همه از اهمیت کتابخانی و کتاب حرف میزنند. عادت داشتن به کتاب خواندن خصوصا در بین نسل جوان ما یک کاری است که به حیث یک مسئولیت بزرگ ملی و به حیث یک مسئولیتی که یک جوان باید از همه
علوم متعارف امروز با خبر باشه، این یک مسئولیت بزرگ است. با این هم اتحادیه ناشران افغانستان عدم تطبیق قانون حق نشر و دیگر قانونها از سوی حکومت را مشکل اصلی این اتحادیه می داند. عدم رعایت قانون کپی رایت، عدم تطبیق قانون کپی رایت از طرف دولت است. و مشکلات عددی که ناشران دارن از نگاه مکان، جا و مشکلات اقتصادی اینا همه ایش مولود عدم قانونمندی است. بیکاری، فقر و نبود زمینه‌های کاری از عوامل رکود فرهنگ مطالعه در کشور پنداشته می شود. با این هم پیشرفت‌های زیادی در 13 سال گذشته در این بخش صورت گرفته است. نیروهای امنیتی شمار زیاد از مسافران روبوده شده را از چنگ طالبان در پکتیا آزاد کردند. فرمانده پلیس پکتیا می گوید تنها 4 مسافر نزد ربایندگان باقی ماندند که عملیات برای نجات آنان نیز جریان دارد. طالبان مسئولیت این رویداد را بر دوش گرفته و گفتند که در میان افراد روبوده شده تا هنوز 8 کارمند دولتی شناسایی شدند. سریال روبودن مسافران باز هم تکرار شد. ده ها مسافره که طالبان صبح امروز آنان را در منطقه سیدکرم پکتیا را بوده بودند، بیشترشان چند ساعت پیش از چنگ طالبان رها شدند. فرمانده پلیس پکتیا میگوید این افراد در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی از اسارت طالبان نجات یافتند. مسافرایی که ربوده شده بودند، آن هم قمندانی امنی ما، پرسنل واکنش ما، پلیس ملی، اردوی ملی در مجموع عملیات کردند. آنها میخواستند که چیز بکنند، مردم آزار اذیت بکنند. طالبان پیشتر گفته بودند که 8 تن از کارمندان دولتی را در میان افراد روبوده شده شناسایی کردند و کسانی که بیگناه باشند رها می شوند. شمار این افراد هنوز مشخص نشده است و درباره پیوندهای قومی این افراد نیز تاکنون چیزی گفته نشده. معلومات را که تا به حال دریافت کردیم ابتدایی است، جزئیات بیشتر باید منتظر باشیم. 15 واسطه بوده، وسایل شخصی البته که از یک ساحه منحرف شدند. این که به کدام طرف رفتند معلومات کافی نداریم در این قسمت. پیش از این 31 تن در مسیر کابل قندهار در مربوطات ولسوالی خاک افغان زابل ربوده شده بودند که پس از 77 روز 19 تنشان در بدل بیش از 20 کودک وابسته به خانواده‌های عرص افکران رها شدند و 8 تن دیگر هنوز در بند این افراد به سر می‌برند. ظاهرا مخالفان مسلح دولت با ربودن افراد ملکی در تلاش به چالش کشیدن حکومت وحدت ملی اند. و همزمان گزارش ها می رسانند که جنگجویان داعش روز گذشته به سوی شهر تاریخی پالمیرای سوریه پیش روی کردند و در مناطق شمالی این شهر با نیروهای دولتی درگیر شدند. این خبر در حال پخش می شود که روز گذشته وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نیروهای ویژه این کشور در یک عملیات ویژه در داخل خاک سوریه ابو سیاف، یکی از رهبران ارشد داعش را کشتند. بقایای تمدن های بشری در شهر پالمیرای سوریه قدامت 2000 ساله دارد. خبرهای ما اینجا به پایان می رسد. از همراهیتان سپاس. روزتان خوش. خدا نگهدار.